رضا از برچی، یک مقدار زمین پدری برای برادر و خواهر باقی مانده است. خواهر سهم خود را برای برادرش هبه نموده و هبه خط نیز با امضای شاهدان موجود است. حالا هم خواهر فوت و هم شاهدان فوت کرده اند. ولی خواهرزاده ادعا دارد که در هبه خط مادرم امضای شست پدرم نیست، لذا من آن را قبول ندارم. لطفاً در این مورد روشنی بیندازید. این خواهرزاده ها که ادعا میکنه که من حق مادر خودم میگیرم، اینا طبق همین سوالی که شما به همین قسمی که مطرح کردید حق ادعا رو نداره، چون کسی که مالک بوده مادر اینها مالک بوده و او هم حق خود را برای برادر خود بخشیده و برادرشان هم سند و مدرک از زبان مادر با شاهد داره. اینی که خواهرزاده های شما میگه پدرم امضایشان نیست در بخشش خط یا شستشان در بخشش خط نیست، حالا بود نبودی امضا و شست پدر اینها لازم نیست، به خاطر که اون زمین مال پدر اینا که نبوده که تا شست پدر و رضایت پدر معتبر باشه، اون زمین مال مادر اینها بوده و کسی که مالک زمین بوده زمین خود بخشیده و امضا هم داده، شست هم داده، خط هم داده. حالا پدر راضی باشه یا نباشه این هیچ ربطی به او نداره و اینها حق نداره که شرعاً بیایه دعوا بکنه. خانم لطیفه حسینی از برچی: ما دو نفر، یک خواهر و یک برادر از پدر باقی مانده ایم. وقتی پدر و مادرم فوت کردن من نبودم. برادرم که حاضر بود مرا بدون دلیل از ارث پدرم محروم کرده است. آیا از نظر شرعی و حقوقی من می توانم حق خود را مطالبه کنم یا خیر؟ اگر پدر شما اموال خود را قبل از یک از دنیا بروه به برادر شما تملیک کرده باشه، در این صورت اموال مخصوصی به برادر است. اما اگر پدر شما اموال خود را تملیک نکرده و اموالش به صورت میراث باقی مانده، برادر شما حق محروم کردن از میراث را نداره. اما قسمی که پسر از میراث پدر حق داره، دختر هم از میراث پدر حق داره، فقط تفاوتشان در سهمه که برای پسر دو برابر دختر سهم داده میشه. بنابراین دختر حق داره در میراث و هیچ کس نمیتونه دختر را از میراث محروم بسازه و شما میتوانید هم شرعا و هم قانونا میراثی که باقی مانده از پدر شما حق خود را ادعا بکنید و حق خود را میتونید که به دست بیارید. محمد رفیق از چهل ستون: اگر کسی سه خانم داشته باشد، یکی از خانمهایش فوت شود و دو نفر آنان زنده بماند، آیا در مورد حق میراث یا مهریه فرق میان خانم متوفی و خانم در حال حیات وجود دارد؟ و حقوق فرزندان آنان بعد از فوت پدر یکسان است یا متفاوت؟ خانمی که پیش از شوهر خود فوت میکنه دیگر او از شوهر ارث نمیبره، فقط او خانم هایی که مانده اگر اونها بعد از شوهر فوت میکنه فقط او خانم هایش از شوهر خود ارث میبره. در مورد او خانمی که پیش از شوهر خود فوت کرده، تنها چیزی که به گردن شوهرشان هست امون مهریه است که در عقد نکاح اونها تعیین کرده بوده، او را باید شوهر پرداخت بکنه تا اینکه بین ورثه تقسیم شوه، دیگر حق ارث از شوهر نداره. اما نسبت به فرزندان این سه خانم، نه، اگر پدر فوت بکنه فرزندانی را که این شوهر از این سه خانم خود داشته به صورت یکسان، یعنی طبق قانونی ارث، اینها از پدرشان ارث میبره. یه طور نیست که از یک پسر یک خانمش ازش ارث ببره، پسر یک خانم دیگهشان ارث نبره، یا از یکش کمتر ببره، از یک دیگهشان چیه؟ بیشتر ببره. نه، هر دویشان، همه ایشان پسران اینمی پدر هست و از این پدر ارث میبرند. غلام از غزنی: آیا ممکن است ارث انسان به یکی از اولادها تعلق بگیرد؟ مثلا پدر بگوید میراث خود را به فلان پسر و یا فلان دخترم بخشیدم. اگر در زمان حیات خودش
ملکیت خود را به یک از ورثه های خود بخشیده، در این صورت اونمو کسی که ملک به او بخشیده شده و او ملک بخشیده شده را قبض کرده مالکش میشه. بعد از فوت او شخص سایر ورثه به مال او حق ندار. اما اگر این گونه گفته که بعد از فوت من فقط مال ما به فلانی برسه و سایر ورثه ما حق نداره، در این صورت نخیر، این وصیت صحیح نیست و صحتی چون این وصیتی وابسته به اینه که سایر ورثه هم اجازه بدهد. اگر سایر ورثه اجازه داد وصیت صحیح میشه، اگر سایر ورثه اجازه نداد در یک سوم مال وصیت صحیح میشه، باقی مانده بین تمام ورثه تقسیم میشه. خانم سارا از کابل: پدرم قبل از اینکه فوت کند در وصیت‌نامه خود نوشته بود به خاطر اینکه من دخترانم را از میراث سهم ندادم باید پسرانم مبلغ 2 لگ افغانی به آنان بدهند، ولی پدرم وقتی در شفاخانه حالش بد شد به برادرانم گفت وصیت 2 لگ افغانی را خط بزند. بعد از 2 روز خودش فوت کرد. اکنون نمیدانم که دختران مستحق آن پول ها هستند یا خیر. اینی که مرسوم هست بین مردم ما که میگه پدر بعضی از فرزندان خود از میراث محروم کرده یا دختران خود از میراث محروم کرده، پدر این حق نداره که یک پسر خود یا دختران خود از حق میراث محروم بکنه. این حق نداره، شرعاً برشان این حق داده نشده. بله، یک صورت دیگه ای که برخیامه کنه، اگر او کار پدر بکنه خب خود به خود اصلا نمو موضوع ارث منتفی میشه. مثل اینه که پدر در زمان حیات خود تمام اموال خود برای یک پسر خود، برای یک فرزند خود، یا تمام اموال خود برای پسرای خود بخشش میکنه در حیات خود، برای دختران خود چیزی را نمیدهد، مالی را نمیدهد، سهمی را نمیدهد. و اگر پسرها در زمان حیات اموال پدر را که تقسیم شده بخشش شده قبض بکند، خب در این صورت اون مال مال پسر میشه دیگه. در واقع پدر اصلا وقتی از دنیا میره دست خالی میره، هیچ مالی به جا نمانده. خب وقتی مال به جا نمانده خب معلومه که چیزی برای ورثه هم نمیرسه. حالا اگر این پدر شما به امی قسم بوده که در زمان حیات خود مال خود برای پسران خود تقسیم کرده بوده، بخشش کرده بوده، برای دختران خود اصلا سهم نگذاشته بوده، خب این درسته. اما اگر نه صرف به امی صورتی که ما وصیت میکنم که بعد از فوت ما دختران ما حق نداشته باشه و پسران ما حق داشته باشه، به یه شرطی که پسران ما مثلا 2 لگ را برای خواهران خود باز بدهد، این وصیت باطله، این درست نیست. او زمان بعد از فوت باید طبق قانون میراث ماترک پدر تقسیم شود.